آقا این علاقه وافر بشریت به بلند کردن فکر نکنید مال همین ده بیست سال اخیر یا یکی دو دهه اخیره ها نخیر از قدیم الایام این مقوله در خون ملت بوده در دوران قدیم از مصر باستان بگیر تا چین باستان و تا یونان باستان ملت یکله تو کار بلند کردن بودن آقا در مورد وزن برداری داریم صحبت میکنیم بحث علمی عزیز من شما چی انقدر منحرفید این مهر منو صد دفعه گفتم دم دست بذارید یه منحرف که دور خودم جمع کردم آقا وزنه برداریه داشتن وزنه بلند میکردن دقت بکنید اینجا دیگه وزنه گیرشون نمیمده مثلا نبوده اون موقع دیگه منیریه ای وجود نداشته بره بگه آقا دنبل میخوام هالتر میخوام کیسه آرد و اینجور چیزا بلند میکردن دمبل اینام مرد کردم چون نبوده مثلا مونیر یه چیزی نبوده برن بخرن یا مثلا دکتلونی نبوده توی پاریس برن از دکتلون بگن آقا دو تا دونه دمبل قربون دستت بده میرفتن از سنگ و اینجور چیزا دمبل میتراشیدن که اینم یه نمونه یعنی این از قدیمی ترین نمونه های دمبل بشریته که البته این برای وزن برداری مورد کاربرد نداشته بر دمبل زدن و اینجور صحبت ها بوده بعد ها میرسیم به حوالی قرن 18 و 19 اینا توی اروپا که مردم دیگه از توحش و گشنگی قدیم رهیده بودند بعد دیگه فکرشون بازتر شده و هر چیزی که گیر میوردن اینو بلند میکردن همونجوری که دقت میکنید اینجا آدمم هم بلند کرده بعد ها میرسیم به این مرحله که همدیگه رو بلند میکردن آقا اونجوری نه اینجوری مثلا میرفته در خونه یارو میگفته بیا بیرون داداش میخوام بلندت کنم اینجوری مثلا تو خیابون داشته رد میشده میگه داداش وزن چشم و گرفت بی دور بلندت کنم ببینیم چی جوری اینا همدیگه رو بلند میکردن اینجوری با یه دست بعضی وقتا با دو دست بعضی وقتا بی دست وقتا بی دست عکسشون نیست این اجداد ما اصولا اعتقاد خیلی زیادی به بلند کردن نداشتن این بلند کردن توی نسل ماها توی خونه ماها توی این چند سال اخیر مد شد هممون زدیم تو کار بلند کرده اینا قبلا اجداد ما بلند نمیکردن میل میزدن کباده میگرفتن اینا ولی خب تک و تک توشون بودن که تمایلی به بلند کردنم نشون بدن ولی خب یه خصوصیت بارزی که اجداد ما داشته این بود که یا بلند نمیکردن یا که بلند میکردن زیر دوتا براشون افت داشت دو تا, دو تا بلند میکردن بعد تو توی اروپا یه چیزی اختراع کردن بین هالتر و دنبل یعنی از دنبل یه ذره همچین طویلتر بود از هالتر یه ذره ریزتر بود و اینا بعد اینو بلند میکردن بعد عموما با یه دست بلند میکردن چون این دیگه دو دست جانه میشد که یه چیزی بود تو مایه های مینی هالتر اینا با یه دست بلند میکردن البته میگم با همدیگه مسابقات غیر رسمی هم میدادن توی سیرک ها و اینجور جاها یا توی کوچه بازارها ها همونجوری که پهلوان خودمون توی قدیم معرکه میگرفتن اینا معرکه هایی میگرفتن و پول مولم میگرفتن هم. مردم البته شیوه های بلند کردن هم در قدیم متفاوت بوده یکی میگفتن جوری سیخ باید بلند بکنی یه ده میگفتن که مثلا باید قنبل بکنی یا بغل بیاری بالا هر کی هر مدلی که بلند میکرد میگفت آقا استاندارد بلند کردن اینجوریه اینجوری باید بلند بکنی همه اشتباه میزنن این داداچ اشتباه میزنی از قدیم بوده ولی خب اینستاگرام چیزی نبوده که اینو دست بگیرید بعد ها اومدن دیدن که آقا این مینی هالترا و بیگ دمبل اینا جواب نمیده گفتن آقا یه هالتر بلند بسازیم چون بلند باشه حال بده و بلندش بکنیم بعد همزمان با اون یکی دستشون هم کتل بیل رو میگرفتن اینجور صحبت ها خلاصه گفتم هر کی هر جوری دلش میخواست بلند میکرد میگفت استاندارد کار اینه دیگه هر کی هر کی شده بود دیگه خلاصه اینا مسابقات غیر رسمی هم داشتن و خودشون تمریناتشون هم میکردن بعضی وقتا مسابقات رسمی هم حتی به این شیوه برگزار میشد که البته در ادامه به همین مسئله هم خواهیم پرداخت این یک نمونه از اون مسابقات رسمی که بعدها خواهید دید که حتی توی المپیک هم این روش بلند کردن وزنه جایگاه داشته و مدال المپیک هم در این رشته توضیح شده الان دقت بکنید توی اینستاگرام دارن یه دستی وزنه اینا بلند میکنن فکر نکنید اختراع خودشونه یا نوبوغ نوآوری خودشونه تازگی ها مدش کردن نه این قدیم بودن احیاشون کردن دارن توی اینترنت باش لایک و فالو و اینجور صحبت ها جمع میکنن شکل اولیه وزنه برداری اصلا این بوده با یه دست بوده با همین ابتدایی بوده الان دوباره اینا رو مدشون کردن اینجا که این تصویر میبینید که دو دستم بوده ولی خب به ندرت بیشتر یه دست کار میکردن عزیزان در قدیم این یه دستی هم که کار میکردن دمبل و هالتر و یه چیزایی بین دمبل و هالتر هم بوده که با همه اینا کار میکردن خود این بلند کردن هم انواع و اقسام مختلف داشته که پهلو بیاری بالا نمیدونم خمشی کچی راست چی اینا دیگه قوانین خاص خودشون رو داشتن که در حوصله این بحث نمی ما بهشون بپردازیم البته این کار رو که انجام میدادن و ما دوربین هم نبوده در دست همه که بخوای اینا رو ثبتش بکنه خیلی معدود عکسی از قدیم مونده مثلا نبوده که مثلا اینستاگرامی باشه همه پیج داشته باشن یا تلگرامی بوده باشه همه مدیر شده باشن بعد اینستاگرام به همه تریبون بده شب به شب آپلود بکنن دنبال لایک و اینجور صحبت هم نبودن قدیم قاعدتا در این وسط خانم هایی هم بودن که تمریناتی انجام میدادن البته ایشون بعضیشون نمایشی بوده بعد ولی خب بودن کسانی که تمرینات درست درمون و واقعی هم انجام میدادن که در ادامه این هم خواهید این تمرینات در منزلشون بوده بعد همون فیتنس هوم که میگید همون که الان مد شده تو دوران کرونا این در قدیم به این شکل در جریان بوده البته بودن خانم هایی که مثلا وارد باشگاه می شدن می دیدن که یه آقایی داره وزنه می زنه بهش می داداش بی اینجا بینیم خودت با اون وزنه ای که می زنی برو رو باسکول ببینم چند کیلویی رو هم رفته می خوام بات گرم کنم هم با تو گرم کنم هم با این وزنت و یه دستی می گرفتن حوالی ناف رو پیرنش رو میگرفتن میچلوندن با یه دست میگرفتن خودش رو با وزنش میوردن بالا بعدش هم باش اونجا سرشونه دنبل تک میزدن اینا هم بودن ها فکر نکنید اینا نبودن یا خانم ها فقط با این وزنه های سوسولی اون موقع این دنبل صورتی ها نبوده که مثلا بگیرن هر طرف یک و ده گرم اینجور صحبت های کیلو و ده گرم اینا بعدها وزن برداری به شکل همین امروزی که الان در روی تخته های وزن برداری شایع هستم انجام شد البته تکنیک ها مختلفه این قیچی های بلندی که اینجا میزنن حقیقتا امروز کسی بزنه دیگه نمیتونه باشه